دادگاه جنایی عراق از صدور حکم اعدام برای یکی از سرکردگان سنی‌های تندروی داعش موسوم به امیر بیت المال خبر داد. شورای عالی قضایی عراق در بیانیه اعلام کرد که به موجب ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم، این تروریست که مسئولیت توزیع اموال ماهانه برای تروریست های داعش و سابقه مشارکت در عملیات تروریستی علیه نیروهای امنیتی عراق را هم داشته، در دادگاه جنایی کرخ عراق به اعدام محکوم شده است. روزنامه هندی سیاست گزارش داد مقام های محلی در شهر حیدرآباد که بیشتر ساکنان آن دوستدار اهل بیت علیهم السلام هستند، قدیمی ترین حسینیه در این کشور را برای میزبانی از فعالیت های میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله ترمیم کردند. در این گزارش آمده قرار است که حسینیه قدیمی پادشاهی آشورخانه میزبان جشن میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باشد که بین 25 تا 28 مهر 1401 برگزار می شود. یک مقام ایرانی از مکاتبه ایران با عربستان برای راه اندازی حج و عمره 58 میلیون ایرانی خبر داد. در همین راستا رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت تا کنون مکاتبات لازم در خصوص راه اندازی حج و عمره از سوی سازمان حج و زیارت انجام شده، اما تا کنون در این زمینه پاسخی دریافت نکرده ایم. نشست علمی شناخت علویان سوریه 21 مهر ماه با حضور اساتید و پژوهشگران در شهر قم برگزار شد. محمد حسن بادیانه نیشابوری، مؤلف موسوعه 14 جلدی علویان و شیعه در سوریه، طی اظهاراتی در این نشست گفت در سال 1972 میلادی 150 عالم علوی در سوریه طی بیانیه‌ای اعلام کردند که ما در اصول و فروع تابع مکتب تشیع 12 امامی هستیم. مؤسسه قرآن کریم ویژه بانوان نجف اشرف وابسته به آستان مقدس عباسی اقدام به برگزاری مسابقات قرآن بانوان نمود. منار الجبوری رئیس این مؤسسه اعلام کرد که بانوان حافظ قرآن و شخصیت‌های قرآنی از استان‌های مختلف این کشور در این مسابقه قرآنی شرکت می‌کنند و در رشته حفظ کل قرآن کریم به رقابت می‌پردازند. گفتنی است از زمان سرنگونی صدام دیکتاتور سابق عراق در سال 2003 فعالیت‌های قرآنی به طور قابل توجهی در عراق توسعه یافته است.